سلام، وقتتون بخیر باشه. با نکات کلینیکی بخش دهم در خدمتون هستیم. میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که آیا قطره‌ای هست برای اینکه بشه آب مروارید کاتاراکت رو درمان کرد یا خیر. همونطور که مطمئنم میدونید، آب مروارید یا کاتاراکت یک پروسه ای هستش که لنز دچار کدورت یا تغییر میشه، و خب این کدورت یا تغییر توی لنز که یک ساختار در حقیقت خاص خودش رو داره، یک ساختار پروتئینی داره، تغییری هستش که معمولا نیاز به جراحی داره. و خب چیزی که ما میدونیم اینه که در سالهای اخیر قطره‌هایی به بازار اومده که به صورت OTC توی وبسایت‌های مختلف فروخته میشه، مثل همین لانومکس یا عرض کنم کنسی. اینجور قطره‌ها رو به عنوان قطره‌های حل کننده کاتاراکت میشناسن و شفاف کننده لنز، و حالا ادعا هم دارن که این تا یه حدی باعث این داستان شفافیت لنز میشه. ولی خب چیزی که بخوام بهتون بگم، صادقانه بخوام بهتون بگم، اینه که هیچ کدوم از این قطره ها، نه کنسی، نه لانومکس و هیچ قطره مشابه دیگه‌ای در حال حاضر تا به این لحظه وجود نداره که بتونه آب مروارید رو در حقیقت برگردونه و ریورس بکنه و شفاف بکنه دوباره لنز رو، و همچین چیزی وجود نداره متاسفانه. تنها روش درمان قطعی آب مروارید یا کاتاراکت انجام عمل جراحی هست که آخرین روشش هم روش فیکو هست که استفاده از امواج اولتراساوند هست، و خیلی از صاحبین حیوانات خانگی فکر میکنن که این جراحی با لیزر انجام میشه، در حالی که لیزری در کار نیست. اما نکته مهم دیگه که وجود داره اینه که تنها دارویی که میتونه روی روند کاتاراکت تأثیر بذاره دارو کینوستات هست که به صورت قطره هست، و در آب مرواریدها یا کاتاراکت های دیابتی میتونه کمک کننده باشه. مقالش هم پابلیش شده، و نکته منفی که فقط وجود داره اینه که از سال 2010 که این مقاله پابلیش شده این دارو به تولید انبوه نرسیده. اما و این قطره کمکی که میکنه اینه که با توجه به اینکه آلدوز ردوکتاز اینهیبیتور هستش، از پیشرفت آب مروارید های دیابتی میتونه جلوگیری کنه. باز هم توانایی ریورس کردن و برگردوندن آب مروارید و شفاف کردن لنز رو نداره، و این مورد هم برمیگرده به اینکه تغییری که تو ساختار لنز انجام میشه، بخوام مثال خیلی ساده بزنم، مثل نیمرو کردن تخم مرغ میمونه. سفیدی تخم مرغ وقتی که توی مایتابه قرار میگیره و در حقیقت تغییر ماهیت میده، دیگه اون قابل برگشت و قابل شفاف کردن نیست. همین اتفاقی که در حقیقت توی عدسی یا لنز هم میفته. اما بازم میخوام تأکید بکنم که اگر واقعا فرمولاسیونی بود برای شفاف کردن لنز یا عدسی، مطمئن باشین که با قیمتهای خیلی گزافی به کمپانیهای خیلی بزرگ فروخته میشد، و هیچ وقت به صورت OTC توی آمازون یا وبسایت های دیگه با قیمتهای خیلی کم و معمولی فروخته نمیشد. اینو حتما تو ذهنتون داشته باشید. کینوستات هم برای بیماران دیابتی خوبه، ولی فعلا متاسفانه در دسترس نیست. بیشتر این ویدیو هدفش این بود که یک سری ابهاماتی رو برطرف بکنه و این رو برای شما شفاف بکنه، چه برای دانشجویان گرامیمون چه برای صاحبین حیوانات خانگی. امیدوارم اوقات خوبی رو داشته باشین و این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر هم سوالی داشتین میتونید توی کامنت ازمون بپرسین. ممنونم ازتون و خوب و خوش باشید.